سلام دوستان، حالتون چطوره؟ آخرین بار ما در مورد یه هنرمند به نام فرانس مارک یاد گرفتیم. ما تونستیم به حیوانات مختلف نگاه کنیم. امروز شما یه هنرمند دیگر رو خواهید دید و نام اون پل سزان هست. این هنرمند احتمالاً کسیه که بیشترین تعداد سیب رو در کل جهان کشیده. آیا شما کنجکاو نیستید که اون چطوری سیب‌ها رو بیان می‌کنه؟ پس بیاید به کارهای اون بپردازیم. پل سزان بسیاری از نقاشی‌های بیجان رو نقاشی کرده. نقاشی‌های بیجان یه اثر هنریه که درباره سوژه‌ها و مدل‌هایی که تکون نمی‌خورن ترسیم شدن. اون تعداد زیادی سیب کشیده. اون برای چی این همه سیب کشیده؟ اون در این دو اثر هنری بیشتر اشیای بیجان رو ترسیم کرده. اون پس زمینه رو در نقاشی سمت چپ و شکل‌های روی پارچه رو به خوبی در نقاشی سمت راست بیان کرده. آیا به هم ریخته و پیچیده به نظر میرسه چون میوه ها مرتب نشدن و پارچه چروک شده؟ یا جالبتر به نظر میرسه؟ اون اونقدر تلاش کرد که یه ساعت به یه سیب نگاه کرد و دو ساعت پارچه رو مچاله کرد. شاید به همین دلیل محل قرارگیری اشیا و چین و چروک های پارچه عالی تر به نظر میرسن. علاوه بر نقاشی بی جان، اون پورتره های زیادی مثل این کشیده و همچنین مناظر بسیاری رو کشیده. اون دهکده نارنجی رنگ با اقیانوس خنک با هم مطابقت دارن. در این اثر درخت در جلوی تصویر و دهکده در پشت اون و کوه در فاصله دور کاملا عالی و زیبا به نظر میرسن. در نهایت ما میخوایم این شیء بی جان رو بکشیم و اون رو مثل پل سزان بیان کنیم. شروع کنیم؟ ما میخوایم این کاسه رو با پرتقال‌هایی که توشه و یه لیوان در وسط و همچنین چند پرتقال دیگه اینجا بکشیم. قسمت بالایی رو گرد میکنم. شکل کاسه رو بکشید و داخل اون پرتقال بکشید. ضخامت کمی به قسمت بالایی کاسه بدید. میتونید لیوان رو به شکلی که دوست دارید تغییر بدید.
بیاید چاخ و برگ های داخل لیوان رو بیان کنیم. بنابراین از اینجا تا اینجا میز هست. این ضخامت میزه و این قسمت کناری اون خواهد بود. من به شما نشون میدم که چطوری پرتقالی که در جلو هست رو رنگ کنید. حالا من روشنایی و تیرگی رو به اون اضافه می کنم. اگه یه نور از این طرف بتابه، یه سایه ایجاد میشه، درسته؟ سایه اینطوری شکل میگیره. و اگر نور از این طرف بیاد، سایه در این طرف قرار میگیره، درسته؟ ما فرض میکنیم که نور از این طرف میاد و سایه رو این طرف میکشیم. فقط موقعیت سایه رو علامت گذاری کنید و سایه رو رنگ کنید. سایه هرچه جلوتر میره روشن‌تر میشه، بنابراین نیازی نیست که اونو خیلی تیره رنگ کنید. اون قسمتی که جسم و سطح به هم میرسن رو تیره و بقیه رو روشن‌تر رنگ می‌کنی. خب، بقیه رو اینطوری رنگ کنید.
من اینطوری تمومش کردم. شما چطور کار خودتون رو تموم کردی؟ دوستان، کلاس امروز چطور بود؟ کدوم نقاشی رو بیشتر دوست داشتی؟ اگر مناظر رو دوست دارید، منظره‌های اطراف خودتون رو نگاه کنید و اونها رو بیان کنید. اگر مردم رو دوست دارید، خانواده، دوستان و اطرافیان خودتون رو بیان کنید. و اگر اشیا رو دوست دارید، شی مورد علاقه خودتون رو بردارید و اون رو به صورت نقاشی بیان کنید. همونطور که میبینید، وقتی زاویه و محل قرار گرفتنش رو تغییر میدید. من همیشه مشتاق دیدن نقاشی های شما هستم. لطفاً منتظر کلاس بعدی ما باشید. خداحافظ.